سلام. در کنار اینکه افغانستان یک کشور با جغرافیای استراتژیک هست، همیشه با همسایه‌هایش درگیر مشکلات ریشه‌دار و مبهم است. در سفر اخیر از جانب دولت افغانستان به کشور همسایه که با برخورد نیک دیپلماتیک نیز همراه نبود، تجاران افغان روی موضوع مشکلات ترانزیتی تجارتی تاجران افغان از بنادر پاکستان حرف‌ها و خواست‌های جدی داشتند. اما نقص قراردادهای تجاری ترانزیتی همچنان مشکل مهم دنیای اقتصاد ما با کشورهای همسایه است. از آقای عبدالقدیر بهمن، معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، به استودیوی زیربنا دعوت کرده ایم. من ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی من کنید. آقای بهمن، به برنامه خوش آمدید. تشکر. آقای بهمن، قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات اصلی این برنامه، می‌خوایم بدانیم که مهمترین قراردادهایی را که با کشور پاکستان بسته شده از کدام ها هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم تلویزیون. قسمی که آگاه هستین، در سال 1965 قرارداد تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده بود و الی سال 2010 ما از اون قرارداد استفاده میکردیم در مراودات تجارتی و همچنان فعالیت های ترانزیت بین افغانستان و پاکستان. چون با گذشت زمان و همچنان ازدیاد حجم تجارت بین پاکستان و افغانستان و ازدیاد حجم ترانزیت از مسیر بندر کراچی پاکستان و سایر بنادر، مقامات به این نتیجه رسیدن که باید قرارات نو داشته باشیم تا جوابگوی نیازمندی روز باشه. بنابراین مقامات دولت افغانستان و پاکستان تیم های تکنیکی را ساختن و اونا روی قرارداد جامع‌تر به نام قرارداد ترانزیت و تجارت پاکستان و افغانستان که به نام ابتا است به نتیجه رسیدن و بالاخره در سال 2010، اکتبر سال 2010 به امضا رسید که قرار بود تمام مشکلات و معانی تجارتی که در گذشته ها از او نقطه افغانستان رنج می برد با تطبیق موافقتنامه جدید حل شد. اما متاسفانه برعکس شد و اما نواقص تکنیکی که در قرارداد وجود داشت و همچنان بعضی اوقات چیزهایی که در خود قرارداد ذکر بود از طرف پاکستان هم نقض شد و تعبیر دوگانه شد متاسفانه، که از این ناحیه تجار و سرمایه‌گذار افغان ما متاسفانه ضررهای زیاده کردند که روزها و ماها موترهایی که اموال افغانی را از مسیر کراچی از بندر کراچی به افغانستان انتقال میدادند در اونجا از طرف مقامات پاکستان متوقف شد متاسفانه، که بالای موترهای از اونا جریمه های بسیار زیاد آمد که حتی از قیمت اموال کرده زیادتر بود و یقینا وقتی میفهمین که هر قدر جریمه بالا یک مال به مصارف به و سر مستهلکین تاثیر میکنه مستقیما، مجبور است تجار از مستهلک برای بگیره پولشه، که متاسفانه در گذشته ها همچون موارد بودند و بعدها نظر به نشست هایی که صورت گرفت کوشش کردن مشکلات حل بسازن، اما با اون یعنی حدی که ما توقع داشتیم متاسفانه مشکلات حل نشد. بسیار خوب. آقای بهمن، 11 مورد مشکل بازرگانان افغان در سفر اخیر رئیس جمهور در نشست با پاکستان مطرح شد و از اون 11 مورد حدود 2 مورد که یکی بحث مشکل گمرکی هست و بحث ویزه هست تا حدودی بهش پرداخته شده و بقیه مشکلات پرداخته نشده. اولا میخواییم روی 11 مورد مشکلی که بازرگانان داشتن روشنی بیاندازین. دو من این که چرا دلیل کشور پاکستان چی است که به مشکلات نمیپردازن، دلیل موجه دارن؟ خب سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان قسمی بود که یک جمعی از تاجرای افغان که از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان و همچنان اتاق مشترک پاکستان و افغانستان هماهنگ شد که رئیس جمهور افغانستان همراهی کردند در این سفر و در اونجا یک موافقتنامه اقتصادی بین افغانستان و پاکستان در حاشیه این نشست امضا شد که نو ورق بود و بیشترینش موارد ترانزیت بود در اونجا.
که زیادتر موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت مشکلات ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان است، مسیر پاکستان بود که مثلا 10 یا 11 موردی که در اونجا روش بحث صورت گرفت و توافق شد که در آینده خیلی نزدیک اونا رو حل بکنن. مثلا اینکه موضوع ایجاد گمرک مشترک بین پاکستان و افغانستان بود که باید گمرک مشترک در مرز تورخم ایجاد شود تا سهولت تسهیل بکنه ترخیص کالا را بین افغانستان و پاکستان، انتقال معلومات الکترونیکی بین گمرکات پاکستان و افغانستان که تا حدی حل شده، و همچنان گشت و گذار لاری های افغان در سر تا سر پاکستان یک موضوعی بود که متاسفانه واسطه های نقدی افغانی که میرن به خاک پاکستان در تمام نقاط پاکستان اونا حرکت کرده نمیتونن، مشخصا در یک مسیر باید برن، این مشکل بود که تا هنوز وجود داره. موضوع دیگه که مال خود افغانی وقتی از بندر کراچی حرکت میکرد مثلا تا گمرک تورخم میرسید، اگر 9 یا 10 لاری می بود، یکی از اینا نظر به مشکل تکنیکی که در مسیر را باقی میمان 9 لاری دیگر استارت میکردن تا وقتی که یکی برسه و این روزها متوقف میمان و بالای از اینا جریمه های از طرف دولت پاکستان وضع میشد که از این ناحیه تجار بسیار رنج می بود که این مشکل فضل خدا حل شد، حل نشده، هنوز زیر بحث است. اما جلسه ای که رئیس جمهور داشتن موضوعات مطرح شد و قرار در جلسه آینده ابتکار خلاص به تاریخ 1 و 2 جنوری در اسلام آباد پاکستان برگزار شود مورد بحث قرار میگیره. و همچنان دو مشکلی که وجود داشت تا هنوز حل شده که مسئله ویزا بود برای تجار افغان و پاکستانی، ویزای کسی مسافرت طویل مدت از طرف افغانستان و همچنان از طرف پاکستان برای تجار باید اختصاص داده شود که این مشکل حل شده. و همچنان هر باری که یک تاجر افغانی از مسیر پاکستان ترانزیت میکردن جوازنامه تجارتیش یک گمرک میخواست که یک مشکل بسیار جدی بود و مشکل بود به یک تاجر که هر بار جوازنامه اصلی خود را ببره در اونجا نشان بدن، چون یک تاجر صدها جای دیگه تجارت داره و این بسیار مشکل جدی به وجود آورده بود. یک سیستم ساختن به نام وباک که از طریق اینترنت هر تاجر به خود یک لاگین یک یوزر میسازه از طریق وزارت تجارت صنایع افغانستان که مال خود کنترل میکنن اینا که در کدام پروسه هست، اما ترانزیتشان مالشان در کجا رسیده، در آیا در گمرک هست، در مسیر راه هست، و دیگه نیازم به این نیست که جوازنامه اونجا ببرن به گمرک نشان بدن. این دو موردی بود که حل شده. متاسفانه یکی از مواردی که صد رای حل مشکلات شد بعد از نشست رئیس جمهور برگزار نشدن جلسه ابتکا یا جلسه کمیته هماهنگی کننده خود موافقتنامه ابتا که قرار بود وقت‌تر برگزار شود در اسلام آباد پاکستان، اما نظر به مشکلات تکنیکی و همچنان امنیتی که اونا داشتن این جلسه به تعویق رفتید که قرار است به تاریخ 1 و 2 جنوری سال 2015 در شهر اسلام آباد برگزار شد، چون این جلسه نوبتی است. یک بار دلیل به تعویق افتادنش چی بود دقیقاً؟ مسائل امنیتی و مشکلات تکنیکی بود که از طرف پاکستان در پاکستان، چون این بار باید جلسه در پاکستان برگزار شود نظر به نوبتی که هست، پنجمین جلسه هست و قرار است موارد تکنیکی دیگه که در نشست رئیس جمهور اونجا مطرح شده بود در همین جلسه مورد بحث قرار بگیره و تا جایی کوشش شوه که چون اونجا افراد مسلکی از هر اداره می باشه اونا مشکلات مطرح می سازن، چون یک هیئت از طرف اتاق تجارت هم در اونجا نمایندگی از سکتور خصوصی می کنن، ما هم مشکلات خود را می گیم. امیدوار هستیم که در اون جلسه نظر به تعهدی که دولت پاکستان کردن به تعهدات خود پابند باشن و مشکلات حل بکنن. از اونجایی که خودتان در جریان هستین، پاکستان هم فعلا محتاج است به افغانستان که از طریق خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه باید وصل شود و این زمانی میشه که مشکلات ترانزیتی افغانستان باید حل شود. یعنی این فشار حکومت افغانستان و همچنان اتاق تجارت افغانستان روی موضعی میآورند که گویا رفتار همسان بکنن در این مورد که گویا اگر مشکل از سمت پاکستان خلق میشه افغانستان هم میتونه مشکل خلق بکنه. خب در گذشته همین مسئله به یک نحوه برای ما مفید بوده در گذشته ها، چون
موترهای پاکستانی از مسیر خاک افغانستان میگذرن به تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه حرکت میکنن. یک بار متوقف شد از طرف افغانستان و این بسیار مفاد رساند، به خاطر از اینکه تا وقتی که فشار نباشه بالا یک دولت، یعنی نفش نباشه، هیچ وقت مشکل حل نمیکنه. و قرار است در جلسه پیشروی ابتکا در اونجا درباره تمدید موافقتنامه ابتا با کشور تاجیکستان هم بحث شود، که میخوان امی قرارداد از حالت دو جانبه بکشن به حالت سه جانبه که افغانستان، پاکستان و تاجیکستان باشه. در گذشته ها برای اتاق تجارت مسوده طرح آمده بود، اما ما دلایل خاص خود داشتیم و نظریات داشتیم. یکی از اون نظریات ما این بود که چون قرارداد ابتا مشکلات تکنیکی داشت و همچنان تطبیق قضیه از طرف پاکستان همیشه نقض شده، بنابراین یک مدت زمان ضرورت است که پاکستان همه مشکلات تکنیکی را رفع بکنند و یک بار مرور شود موافقتنامه ابتا. وقتی این مشکلات حل شد بین افغانستان و پاکستان، باز ما تمدید میکنیم به تاجیکستان. و پیشنهاد مشخص دومی ما این بود که این قرارداد از حالت سه جانبه و چهار جانبه باید ما بسازیم، که هندوستان هم داخل این قرارداد بسازیم تا باشه که افغانستان به آسانی از طریق خاک پاکستان به هندوستان وصل شود. اما تا هنوز این پیشنهادات یعنی از طرف پاکستان و قبول نشده تا هنوز. امیدوار هستیم در جلسات آینده و بعدی سر این موضوعات جدی غور بررسی شود. بسیار خوب. و همچنان در جلسه‌ای که پیش روی هست، یعنی جلسه ابتکار روی حل مشکلات قرارداد ابتا، فکر میکنم یگان موضوعی که خیلی مهم هستی است که قرارداد چند جانبه شود تا مشکلات راه‌های بدیل برای تجارت در افغانستان حل شود. نقض قراردادها از طرف کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان خیلی بستگی به ضعف و نابسامانی های داخلی خود کشور ما داره، یا اینکه بستگی به تشنجات ذات البینی بین کشورهای همسایه است، مثلا پاکستان و هند. متاسفانه در گذشته ها روابط تجارتی و اقتصادی ما زیادتر تحت تاثیر روابط سیاسی ما بوده بین افغانستان و پاکستان، و همیشه روابط تجارتی ما از این ناحیه صدمه دیده با پاکستان، چون در پاکستان سیاسیونشان و کسایی که در قدرت سیاسی هستند زیادتر به فکر از این نبوده که روابط تجارتی بین افغانستان بهبود پیدا کنه. اما اتاق تجارت ما در سطح امو فعالیت های خود ما یک اتاق تجارت مشترک ساختیم با پاکستان، که در اونجا یک بورد رهبری مشترک دارن از سکتور خصوصی دو کشور، که ما همیشه پیشنهادات خود به دولت های خود دادیم. از طریق پاکستان هم همیشه فشارهای از طرف سکتور خصوصی پاکستان بالای دولتش آمده که تا وقتی که مشکلات حل نسازین، یعنی روابط تجارتی ما با افغانستان بهبود پیدا نمیکنه. از اونجایی که بهتر میدونین در جریان یک سال گذشته ترانزیت از مسیر پاکستان کاهش آمده، در ترانزیت از مسیر پاکستان به افغانستان، و زیادتر تجار ما رجوع کردن به بنادر ایران، به خاطر همون مشکلاتی بوده که در پاکستان وضع شده، و این مستقیما تاثیر گذاشته بالای تجار پاکستانی و کسایی که در تجارت و همچنین فعالیت های حمل و نقل مصروف بودن در اونجا. این مسائل بوده که در گذشته ها متاسفانه مطرح بوده، و یک موضوع جدی و عمده ای که از طرف افغانستان مشکل بوده در گذشته ها متاسفانه، هیئت هایی که رفتن در بحث ها شرکت کردن زیاد تکنیکی نبودن، و زیادتر طرف پاکستان از هوشیاری کار گرفته و کوشش کردن که همو خوبی های پاکستان در قراردادها زیادتر بگنجانن. موضوع دیگه بوده و فعلا یکی از مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، عدم معرفی کابینه افغانستان یک تاثیر بسیار منفی گذاشته بالای یعنی تمام فعالیت های تجارتی و سرمایه‌گذاری افغانستان، که یکی از اون جمله همین روابط تجارتی ما با پاکستان و عدم حل مشکلات است، که اگر ما یک کابینه متخصص و کارا و همچنان متعهد تا هنوز می داشتیم از طرف دولت افغانستان، بسیار به سادگی می شد که موارد را که رئیس جمهور مطرح کرده بود کابینه نوی را تعقیب بکنن و به یک حل مناسب برسن. اما متاسفانه تا هنوز از کابینه در خبر نیست، و امیدوار هستیم دولت افغانستان جدی در این راستا اقدام بکنن. بسیار خوب.
این که چقدر روی راه‌های بدیل برای حل این مشکل فکر شده و یا می شود. بعد از یک وقفه برمی‌گردیم. با سلام مجدد، در جریان برنامه زنده زیربنا هستید از تلویزیون آریانا نیوز و موضوع برنامه امروز زیربنا نقض قراردادهای تجاری ترانزیتی همچنان مشکل مهم دنیای اقتصاد ما با کشورهای همسایه است و از آقای عبدالقدیر بهمن معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور به استودیوی زیربنا دعوت کردیم و همچنان به بحث ادامه می دهیم. خب آقای بهمن، چقدر روی راه‌های بدیل برای حل این مشکل فکر شده تا امروز؟ نظر به بحث هایی که صورت گرفته در گذشته، اگرچه قبلا یاد کردم که تجار ما وقتی با مشکلات مواجه شدن از طریق بندر کراچی، اونا روی آوردن به بندرهایی که کشور ایران است، از اون طریق کوشش کردن که انتقالات خود آغاز بکنن که بسیار تاثیر منفی داشت روی امو آید کسایی که در طرف پاکستان کار میکردن. یکی از راه‌های بدیل امی هست و یک راه بدیل دیگه که افغانستان هم میتونه که به بحر راه پیدا کنه و به اروپا، راه لاجورد است که اخیراً در جریان هستن وزارت خارجه افغانستان که مثلا به ابتکار وزارت خارجه افغانستان شروع گرفته کوتاه‌ترین راه از مسیر کشورهای آسیای میانه است، مسیر ترکمنستان به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و همچنان اروپا هست که بسیار به سادگی میشه از این استفاده کرد. اگر دولت ما همو زیربنای لازم از طرف افغانستان فراهم بسازه، بسیار به سادگی میتونیم از استفاده کنیم. و راه های بدیل دیگه که از طریق مثلا چین به از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا و شرق میانه وصل میکنه، از طریق کشورهای آسیای میانه است، فعلا از طریق قرقیزستان، تاجیکستان تجار ما از این راه‌ها هم استفاده میکنن. اما ضرورت به این است که دولت افغانستان جدیت به خرج بده و اما زیربنا و سهولت های لازم ترانزیتی را باید فراهم بسازه، به این معنا که سیستم های ترانزیت بین ملی در دنیا وجود داره که افغانستان میتونه از اون نفع ببره. یکی از اون سیستم ها سیستم ترانزیت بین ملی سیستم TIR است که افغانستان عضویت از ایره داره و افغانستان سال گذشته این سیستم فعال کرد، اما نظر به مشکلاتی که وجود داره در افغانستان متاسفانه نتونست افغانستان که به درستی از این استفاده بکنه. میتونه که یک راه بدیل از طریق ایران به ترکیه و کشورهای اروپایی باشه، چون ایران و ترکیه عضویت از این سیستم دارن و همچنان راه لاجورد فعلا تمام زیربنای ترانسپورتی وجود دارد. تنها طرف افغانستان بسیار مقدار سرک اندک مانده که اگر اون را بازسازی بکنن میتونه که افغانستان با آسانی وصل شود به کشورها. راه های بدیلی است که اگر افغانستان واقعا توجه بکنه میتونیم که از این طریق بالای پاکستان ما فشار بیاریم، به خاطر از اینکه هر زمانی که پاکستان بالای اموال ترانزیتی افغانستان فشار بیاره، افغانستان میتونه که از راه دومی و سومی استفاده بکنه. بنابراین یک عالی فشار است، میتونن که دولت افغانستان از این استفاده بکنه. آیا کدام گاهی هم شده که به خاطر اینکه این مسئله با بنادر پاکستان حل شود، یعنی مشکلات ترانزیتی و تجارتی با بنادر پاکستان، از راه بدیل استفاده کرده باشیم؟ بله، فعلا تجار ما از طریق کشور ایران صادرات و واردات خود انجام میدن. حمل نقل از طریق بندر عباس، از طریق بندر چابهار معمولا به هندوستان صادرات صورت میگیره و واردات صورت میگیره و همچنان از طریق کشورهای آسیای میانه به چین اموال وارداتی. چرا پاکستان آقای بهمن، چرا پاکستان ریسک این نقص میخره؟ خب قسمی که گفتم به شما که در گذشته ها متاسفانه روابط تجارتی و اقتصادی ما صدمه میدید، از یعنی تحت فشار قرار میگرفت از به خاطر مناسبات سیاسی منفی که افغانستان با پاکستان داشت متاسفانه. اما فعلا زیادتر توجه به این شده از طرف پاکستان هم که مشکلات ترانزیتی و تجارتی باید حل شود، حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان زیادتر شود، سرمایه‌گذاری های پاکستان یعنی تاجرها و سرمایه‌گذاری پاکستانی در افغانستان دیگه
رشد بکنه و اونا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. به یک نحوه با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان اونا متوجه شدن که میتونن از طریق بهبود روابط تجارتی و اقتصادی به یک نحوه تاثیر مثبت بگذارن بالای روابط سیاسی افغانستان و پاکستان، که پاکستان چند قبل علاقمندی نشان هم دادن که به همین کنونسیون تی آی آر ملحق شوند، که یکی از راههایی است که اونها را میتونه به سادگی به کشورهای آسیا میانه وصل بکنه. و همچنان فشارهای دیگه که از طرف سکتور خصوصی پاکستان بالای دولت پاکستان همیشه وضع میشد، به اونا خواهان از این میشدن که اگر روابط تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان بهبود پیدا نکنه، سکتور خصوصی پاکستان از این ناحیه صدمه میبینن، به خاطر از اینکه بازار مصرفی بسیار بزرگ پاکستان افغانستان است. اگر روابط خوب نباشه بنان افغانستان ترجیح میده که از کشور دیگه مواد وارد بکنن و وی به ضرر پاکستان است. بنان یک تدیج نظر از طرف پاکستانی ها صورت گرفته و تعهدات هم دادن. امیدوار هستیم که دولت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان به همون زرنگی خاصی که باید وارد عمل شوند کوشش تلاش بکنند تا به نفع افغانستان از همه قرارات دو جانبه و همچنان قراردادهای دیگه که قبلا امضا شده بود استفاده بکنند و سهولت ها را ایجاد بکنند برای تجار افغانی، که اونا به خاطر آرام تجارت بکنند و از آن سیر پاکستان ترانزیت بکنند، به خاطر از اینکه فعلا کوتاه‌ترین راه راه کراچی هست و مصرف کم هم داره. اگر مشکلات واقعا حل شده باشه، تجار افغان ما میتونن که از این مسیر استفاده خوبتر بکنن و همچنان افغانستان میتونه بسیار به سادگی از طریق پاکستان به هندوستان وصل شود، که یکی از شرکای تجارتی خوب افغانستان کشور هندوستان میباشه، که محصولات زراعتی افغانستان بازار بسیار خوبی در هندوستان داره و چون هر قدر راه کوتاه‌تر شود به همون اندازه محصولات افغانستان به قیمت ارزان‌تر در اونجا میرسه، به وقت و زمان معین میرسه و برای تجار ما مفاد زیادی را میاره. بنان امیدوار هستیم که دولت افغانستان روی کابینه افغانستان، کابینه جدید توجه بکنن، یک تیم متخصص و کارایی که معتقد به اقتصاد بازار باشه و حمایت سکتور خصوصی و رشد اقتصادی در اولویت کارشان باشه، زودتر همین تیم معرفی بکنن که باشه بنا کارهایی که در گذشته ها باقی مانده تعقیب بکنن و نتیجه مثبت برای افغانستان بیارن. شما زنده باشین جناب آقای عبدالقدیر بهمن، معاون هیئت عامل اتاق تجارت صنایع افغانستان، که به استودیوی زیربنا تشریف آوردین و موضوع مهم پرداختیم و آرزومند هستیم که بالاخره مشکلات ترانزیتی و تجارتی بازرگانان افغان با تمام بنادر کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان به زودی حل شود. این بود برنامه زیربنای امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعدی همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم.